سلام عزیزان، فردوسم با ذوق و شوق نشستم اینجا، فضا رو آماده کردم. امیدوارم شما هم فضا رو آماده کرده باشید. شمعی روشن کنید، عودی روشن کنید و دعوت کنید. نفس میگیریم، مثل همیشه نفسامون رو آگاهانه میگیریم و به دم و بازدم توجه میکنیم. نفس، دم و بازدم آهنگین. هم نوا. دم و بازدم همزمان. دم و بازدم یه هارمونی و تعادل، یه هماهنگی و یه تعادل. هارمونی اند بالانس. بعد مسیر نفس رو تماشا کنیم. هزار بار شکر برای اینکه میتونیم نفس بکشیم. تا حالا اگر آگاهانه نبوده حرومش کرد، از این به بعد حرومش نمی کنیم. آگاه نفس میکشیم. و به زمزمه خرد بزرگان توجه میکنم. قبل از اینکه اونو بخونم براتون، که امروز از تذکرة الاولیاء از فرید دین عطار، قبل از اون آرامش رو با نفس به بدن دعوت میکنیم. مایند، ذهن رو آرام میکنیم، بدن رو آرام میکنیم، قلب آرام میگیره. اگه قلب آرام بگیره همه کارمون درست. برای اینکه تا حالا بیشتر با اینجا کار کردیم، الان میخواییم با قلب کار کنیم. کار قلب درست. اگر سر بخوریم از سر به توی قلب، کار تموم. دو سال پیش، 2018 بود، یک مقدار کمی از بایزید بسطامی تذکرة الاولیاء براتون خوندیم و ازم پرسیدن که چرا ادامه ندادی. حتما وقتش نبوده، الان وقتشه. وقتی وقتشه فراهم میشه. امروز میخوام یه مقداری از ذکر ابراهیم ادهم براتون میگه. همیشه وقتی میخواد شروع کنه تذکرة الاولیاء، یک عالمه لقب و دعای به زبان اون موقع میگه و من اینا رو معنی نمی کنم. دلم میخواد که شما وقتی اینا رو میخونید برید یک کمی براش کار کنید، ببینید وقتی میگه آن سلطان دنیا و دین، آن سی مرغ قاف یقین، آن گنج عالم عزلت، یعنی چی؟ خودتون پیداش کن و بعد زیر ویدیوها برام بنویسید. بگی وقتی میگه سی مرغ قاف یقین یعنی این. اینی که شما پیدا کنید که میدونید، من تازه دارم کشفش میکنم، شما بهتر از من میدونید. ولی اگر
میدونید اون زیر بنویسید که منم یاد بود. آن سلطان دنیا و دین، آن سیمرغ قاف یقین، آن گنج عالم عزلت، آن خزینه سرای دولت، آن شاه اقلیم اعظم، آن پرورده لطف و کرم، پیر وقت ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه. متقی وقت بود و صدیق دولت، حجت و برهان روزگار. با امام ابو حنیفه صحبت داشته بود و جنید گفت، جنید دایی بایزید بستامی، و جنید گفت ابراهیم کلید علم ها. یک روز پیش ابو حنیفه رضی الله در آمد، اصحاب ابو حنیفه وی را به چشم تقصیر نگریستن، یه ذره کوچکش پنداشتن. ابو حنیفه گفت سیدنا ابراهیم. اصحاب گفتن این سیادت به چه یا؟ گفت بدان که دایم به خدمت خداوند مشغول است و ما به خدمت خود. فرقمون اینه که ابراهیم به خدمت خداوند. او پادشاه بلخ بود، ابراهیم ادهم. ابراهیم ادهم یه مقداری داستان شبیه بوداست، پادشاه بود. او پادشاه بلخ بود و عالمی زیر فرمان داشت و 40 شمشیر زرین و 40 گرز زرین در پیش و پس عمومی بردند. یک شب بر تخت خفته بود، نیمه شب سقف خانه بجنبید، چنان که کسی بر بام می رود. آواز داد که کیست؟ گفت آشناست. اشتری گم کردم، بر این بام طلب میکنم. آواز داد ای جاهل، اشتر بر بام میجویی؟ گفت ای غافل، تو خدای را در جامعه اطلس خفته بر تخت زرین میطلبی؟ از این سخن هیبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد، تا روز نیارست خفت، خوابش نبود. چون روز برآمد، به صفه باز شد، رفت به حجره، بر تخت نشست، متفکر و متحیر و اندوهگین. ارکان دولت هر یکی بر جایگاه خیش ایستادند، غلامان صف کشیدند و بار عام دادند، یعنی هر کسی میتونست بیاد و پادشاه رو ببینه. ناگاه مردی با هیبت از در درآمد، چندان که هیچ کس از حشم و خدم زهره نبود که گوید تو کیستی. جمله را زبانها به گلو فرو شد، همچنان می آمد تا پیش تخت. ابراهیم گفت چه می خواهی؟ گفت در این رباط فرو می آیم. رباط یعنی کاروانسرا. گفت این رباط نیست، سرای من است. و تو دیوانه؟ گفت این سرای پیش از این از آن که بود؟ گفت از آن پدرم. گفت پیش از آن؟ گفت از آن پدر پدرم. گفت پیش از آن؟
گفت از آن فلان کس. گفت پیش از آن. گفت از آن پدر فلان کس. گفت این همه کجا شدند؟ گفت برفتند و بمردند. گفت پس نروباد این بود که یکی می آید و یکی می گذرد. کاروانسرا مگه این نیست که یکی میاد و یکی عبور میکنه و میره؟ این بگفت و ناپدید شد. او خضر بود. سوز و آتش جان ابراهیم زیاد شد. دردش بر درد بیفزود. تا این چه حال است و آن حال یکی صد شد که دید روز با شنید شب جمع شد. شب شنید که یه نفر بهش گفت تو جامعه اطلس روی تخت زرین دنبال خدایی؟ و روز یه نفر اینو بهش گفت. ندانست که از چه شنید و نشناخت که امروز چه دید. گفت اسب زین کنی که به شکار می روم. که مرا امروز چیزی رسیده است، نمی دانم چیست. خداوندا این حال به کجا خواهد رسید؟ اسب زین کردند، روی به شکار نهاد. سراسیمه در صحرا می گشت، چنان که نمی دانست که چه می کند. و در آن سرگشتگی از لشکر جدا افتاد و در راه آوازی شنید. بیدار شو. ناشنیده کرد و برفت. یه آوازی شنید. بهش گفتند آواز این بود. بیدار شو. ناشنیده کرد و برفت. دوم بار همچنین آواز آمد. هم به گوش در نیاورد. سوم بار همان شنود. خیشتن را از آن دور افکند. چهارم بار آواز شنود. بیدار شد. بیدار شو پیش از آن که تو را بیدار کنند. اینجا یک بارگی از دست شد. ناگاه آهوی پدید آمد. خیشتن را مشغول بدو کرد. آهو به او به سخن آمد که مرا به صید تو فرستادند، نه تو را به صید من. ابراهیم گفت آیا این چه حالی است؟ روی از آهو بگردانید. همان سخن که از آهو شنیده بود از قربوس زین شنید. قربوس قسمت جلوی این زینیه که سوار میشینه. از قربوس زین آواز آمد. خوف در او پدید آمد. کشف زیادت گشت. چون حق تعالی خواست تا کار تمام کند، سه دیگر بار از گلوی گریبان خود همان آواز آمد. آن کشف اینجا به تمام رسید و ملکوت بر او گشاده گشت. فرود آمد. یقین حاصل شد که جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت. شبانی را دید، نمدی پوشیده و کلاهی از نمد بر سر نهاده، گوسفندان در پیش کرده. بنگریست، غلام وی بود. قبای زر کشیده و کلاه معرق بدو داد و گوسفندان را بدو بخشید. نمد از او بستد و در پوشید و کلاه نمد بر سر نهاد و جمله ملکوت به نظاره او بایستادند که زهی سلطنت که روی به پسر ادهم نهاد. جامعه دنیا بینداخت و خلعت فقر در پوشید.